إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این محفل منعقد به نام و یاد سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین. آیات مبارکه و نورانی سوره تغابن رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه شماره 11 هم است که در ادامه مباحث مطرح خواهد شد. دیروز در پایان مطالب چنین گفتیم که در این آیه خداوند می‌فرماید هر مصیبتی که به شما آدمیان می‌رسد نیست الا آن که به اذن الله است. توضیح کلمه اذن چنین بود که به طور کلی اذن یعنی رخصت، به بیان عرب یعنی در لغت لغویون میگویند رفع المانع، یعنی مانعی را برای تحقق و وقوع امری برداشتن. خب آیا این اذنی که خداوند مطرح میکند به اذن الله، هر مصیبتی که به شما آدمیان میرسد به اذن الله است؟ از سوی دیگر در بعض از آیات قرآن هم مشاهده می کنید که هر مصیبتی که در زمین برای شما آدمیان پیش می آید نیست الا به ما کسبت ایدیکم، این دستاورد وجودی خود شما آدمیان است. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس، این شما خودتون هستید که این مشکلات را آدمیان برای خودتون ایجاد میکنید و مصیبت ها نتیجه اعمال شماست. آیا به ذهن نمی آید که بین این دو آیه یه تعارض و یه چالش ابتدایی وجود داشته باشد؟ در حدی که مناسب زمان و مکان باشد خدمت بزرگواران در تبیین این دو آیه و تفاوتی که اینها با هم دارند عرض میکنم که میدانیم حضرت حق دو نظام در وجود و هستی تدوین کرده است. ما یه نظامی داریم که از اون میتوانیم تعبیر به نظام طبیعت کنیم و نظام دیگر نظام شریعت. خدای سبحانه یه سلسله دو قوانینی رو کنار هم چیده است و یه نظام و سیستمی رو به عنوان نظام طبیعی وجود یا به تعبیری نظام تکوین قاعده‌مند کرده است. اما از سوی یه ویژگی‌های آدابی قواعدی رو کنار هم مدون و منظم فرموده است که قانون و قاعده شریعت است. در نظام طبیعی عالم و طبیعت اون چه مجرا و اون به اصطلاح زیربنای اصلی است جبر است. در نظام طبیعی عالم محلی برای اختیار وجود ندارد. در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. در نظام طبیعت همه چیز بر مدار قهریت جریان دارد.
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. خورشید، ماه، زمین، منظومه، کیهان، کهکشان از کوچکترین ذره اتم محاسبه بفرمایید تا بولترین و درشترین سیاه چاله های کیهانی و کهکشانی، تمام اینها ذره در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. تمام اینها سیر خودشون رو به امر الله دارن. کلون فی فلکن یسبحون. نه اختیاری بر این هاست نه هیچ. رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشادند در اون نظام حاکمیت دارد. قسمی از وجود ما آدمیان هم که درگیر این طبیعت است همین حالت رو دارد، یعنی نظام طبیعی وجود انسان هم در همین بستر حرکت می کند. به شکل طبیعی ما به دنیا می آییم و از این دنیا هم خواهیم رفت. اصل آمدن و تولد یه فرایند طبیعی و تکوینی است. مرگ و از این جهان هم به سرای دیگر و سوی دیگر منتقل شدن چنین حالتی رو دارد. نه در اصل آمدن کسی رو اختیار است، نه در رفتن. نه مشاوره ای با کسی شد که مایلید بیایید یا نیایید، یا نه این که نظر کسی رو میخواهند که میروید یا نمیروید. در اون مقدمه زیبای به اصطلاح شروع به ماجرای غم‌انگیز و نکته آموز رستم و سهراب در شاهنامه، وقتی که حکیم بلند آوازه طوس میخواهد براعت استحلال خودش رو شروع کند، به اون زیبایی وقتی که بازگو میکند: اگر تندبادی براید زکنج، فرو افکند نارسید ترنج. ستمکار دانی مشر دادگر، هنرمند خانی مشر بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. چنان دان که داد دست و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. این جریان طبیعت رو در مسئله مرگ به زیبایی حکیم فردوسی، این شاعر شیعی، بازگو میکند و حاکمیت میدهد با همون دیدگاه خودش. وجود ما در آمدن و رفتن و بسیاری از تحولات طبیعی در یه قاعده و در یه نظامی حرکت میکنند که این نظام بسته است و ما رو هم به درون آن مدخلیتی ندارد. اما از اون سو در نظام تشریع خداوند سبحان درب اختیار رو باز میکند برای انسان ها. یعنی میبینید که خدای سبحان اراده کرده است که چنین و اونچنان کنید. من این رو با یه نکته دیگه، به حمدالله دوستان اهل فضلند، اهل آگاهی هستند و جای سخن هست که از این باب و دست گفته شود. میدانید در بحث اراده الهی هم همین نکته رو به این خاطر بحث میکنیم. میگیم خدای سبحان گاه اراده میکند، میخواهد و خواست او تخلف ندارد، گاه میخواهد خواست خداوند تخلف دارد. بعد میگید مگه میشه خدا چیزی رو بخواهد نشود؟ بله، فراوان داریم که خداوند چیزهایی میخواهد اما نمیشود. آیا خداوند خواسته است که همه انسانهای روی زمین هدایت بشن یا نه؟ بله، این خواسته. آیا خدای سبحان کفر رو دوست می‌دارد؟ اراده الهی به کفر تعلق گرفته؟ نه. ان الله لا یرضی لعباده الکفر. خدا رضایت نمیده که به بندگانش کفر بورزند. اما این اراده الهی تخلف پیدا کرده در طول تاریخ. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اراده کرده است که شما انسان‌ها یسر رو، سهولت و آسانی را در مشی و برنامه زندگی خودتون قرار بدید، نه صعوبت و دشواری. این از افتخارات ماست که پیغمبر مکرم اسلام فرمود: بعثت علی الشریعة سهلة السمح. من بر شریعت و دینی مبعوث شدم که مبنای اون بر تسامح است، بر سهولت است. البته این تسامح و تساهلی که پیامبر میگوید این اون ترانس غربی نیست، این چیز دیگری است، نباید خنده ذهنی بشه.
من بر تسامح و تساهل مبعوث شدم. شما میبینید در این شریعت قوانین بر اساس بسیار ساده و بسیار به سهولت تدوین میشه نسبت به توانایی ما انسان ها. ضروری ترین واجبی که در این شریعت در به خانه ما را کوبیده است همین نماز. میستید نمیتوانید بنشینید، نمیتوانید بخسبید، نمیتوانید با علامت چشم یک یک قانون عقب نشینی میکنه به نفع شما، به نفع عرض به کاربر قانون عقب نشینی میکند و میدان رو به شما واگذار میکند. بنا این شریعت بر سهولت است، اما اکل از قفا میکنیم با اول عرب ها. ما کار رو دشوار و آنچنان پیچیده میکنیم که رغبت دینداری همگاه از جماعت میرود. یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، اما ما این اراده خدا رو عمل نمیکنیم. پس ببینید یه مروری بکنیم. خدای سبحان دو اراده دارد. یه اراده ای که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تمام. اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. اینجا جاییست که دیگه کن فیکون است. این اراده، اراده تکوینی راجع به اذا نظام طبیعی است. اون نظام طبیعی چنین اراده‌ای در اون حاکمیت دارند. از اون طرف در نظام تشریع اراده‌ای از سوی خداوند اعمال می‌شود که این اراده ممکنه تخلف داشته باشد، ممکن است اجرا بشه، ممکن اجرا نشه. چون در این نظام خداوند سبحان گزینه اختیار رو اعمال کرده است، دست رو گشاده است به بندگان خیش و به انسان‌ها این رخصت و فرصت رو داده است که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. صالح و طالح متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. می‌خواهید این سو، می‌خواهید اون سو. حالا با توجه به این تصویر کلی که خدمت بزرگواران ارائه شد، پاره ای از مصائب و پاره ای از مشکلات و درشتی ها و سختی هاست که اینها ریشه در نظام طبیعت و اراده قهری الهی دارد. ما اصاب به مصیبت الا به اذن الله. اینها دیگه جاییست که دیگه باید سر رو فرو افکند، خاضعانه خستو شد و از عمق جان پذیرای قواعد جاری خداوند سبحان در جان و جهان شد. نه اختیاری است، نه چون و چرا نیست، نه سخنی برای کسی باقی میماند. اون مصائبی که از سوی حضرت باری تعالی قهرن صادر میشه در وجود، در بستر نظام طبیعت با اراده قهریه الهی، مثل همین نمونه هایی که اشاره کردم، یعنی مانند مسئله مرگ. خب بالاخره تا ما برسیم به اونجا که بگوییم والله ان ابن ابی طالب آنس بالموت، به خدا قسم پسر ما ابی طالب انسی به مرگ دارد که طفل به پستان مادر ندارد، هیاد کسی بخواد به اونجا برسد که این حقیقت مرگ براش باز بشه و روشن باشه. در ما وقتی یاد مرگ میفتن چی برامون دست میده؟ گفت که بالاخره ترس از مرگ بیشتر ما را از پا می اندازد تا خود مرگ. واقعا این قصه ایست. نوعا انسان ها گاهی از ترس مرگ می میرن. یه بیمار وقتی بهش میگن تو دو ماه دیگه، سه ماه دیگه ممکنه بیشتر نمانی، این همانجا قافیه رو باخته است و کار تمام است. خود خوف از مرگ برای انسان ها این پدیده، پدیده سهمگینی بوده است. تعابیری که در مورد مرگ داریم نگاه کنید، چون گرگ اجل یکاویک از این گله میبرد، تو این مجالس فاطمه میخوانند و سرم تکان میدن مردم، گرگ اجل یکاویک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میکرد. گرگ اجل در کلام عرب میگن و ازل منیت و انشبت اسفارها، این گرگ و شیر را، این شیر را ببینید که چگونه چنگال افکنده است. مرگ را به شیر تشبیه میکنند. اون ابیات زیبای مرحوم آقای همایی اصفهانی، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. این تصویری که از مرگ در ذهن انسان هاست، خب این تصویر درشتی است، زخمی است، خشنی این حالت. در این حال در قبال این مرگ انسان چه میتواند بکند؟ تسلیم کل نفسن زائرت الموت. بله عرض کردم وقتی این ذهن الان در ادامه آیه میخوانیم
در همین آیه، اول آیه، ما اصاب و مصیبت الا باذن الله، ادامه آیه و من یؤمن بالله، کار تمام است، مرگ میشه احلام الاصل. الان خواهیم گفت اون چه به عنوان حوادث طبیعی در این جهان و مصائب طبیعی می آید، اگر جنباندن زمین است، اگر زلزله است، اگر صاعقه است، اگر حوادثی است که انسان ها هیچ نقشی در اون نمی توانند داشته باشند الا باذن الله، اینها مصائبی است که بر وجود از سوی خداوند به حکمت عجیبانه اون میاد. حالا چرا این مصائب و این قوانین تدوین شده؟ همون است که دیروز عرض کردم، تربیت الهی مبتنی بر انذار و تبشیر است، تنبیه و تشویق است، جور و محبت است. اگر این دو با هم نباشد، این وجود و این روح در این دنیا تربیت نمیشه و انسان نمیرسد به اون تکامل، نمیرسد به اون سیری که باید در این هستی انا لله و انا الیه راجعون رو درک کند و به اون غایت خودش دست پیدا کند. اما یه سری مصائب هست که نه، اینها در نظام تشریعه، یعنی در اون نظام اختیاره. یه مصائبیست، یه مشکلاتیست، ابتلاعاتیست که ما آدمیان با عدول و خروج از قوانین الهی برای خودمون ایجاد میکنیم. آقا گفتن ان نجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، دیگه این گزینه دیگه چیه؟ ما چی بگیم برای این جمله؟ نجات در راستیست. من داخل پرانتز عرض میکنم، ببینید یه جمله امیرالمومنین دارن تو این جهت تکان میده ذهن انسان رو، از صدق و الکذب هر دو رو امام تعریف میکنن، میگن از صدق مطابقت المنطق للهیئت الالهیه. من مثل این تعبیر ندیدم در وجود، از هیچ متنی از متون دینی این چنین در نمیاد. این کلام امیر، امیر کلام است. فرمود مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین فاتح ملک سخن، صدق و راستی یعنی آدمی وجود کلامی خودش رو مطابق با هیئت و خلقت و آفرینش قرار میدهد، و کذب یعنی حرکتی در خلاف حرکت زمین، جهان، هیئت الهی و وضع الهی. دقیق میفرمایید عمق مطلب رو چی دارد امام میفرمایند؟ یعنی میگن تمام وجود و آفرینش بر مدار صدق حرکت میکنند، دروغ یه حرکتی است خلاف تمام حرکت ها و تحولات وجودی و آفرینش. عذرخواهی میکنم، هیچ جو کشتی که گندم بردهد، هیچ شد اسبی که کره خردهد. وجود رو خدا بر مدار صدق قرار داده است. طبیعت را، طبیعت دروغ نمیگه، طبیعت کاذبانه عمل نمی کند، زمین و آسمان به صدق رفتار می کند. اونی که تو این مجموعه به کذب رفتار می کنه منم. وقتی ما آدمیان از صدق خارج میشیم، نتیجهش چیه؟ اصاب من مصیبته، با خربزه خوردیم پای لرزش هم بنشیم. وقتی ما از قواعد الهی و سنت‌های الهی در این بازی وجود خارج میشیم، طبیعی است که باید دیگه بالاخره تاوان آن رو هم پس بدیم. یه سری از مشکلات ما آدمیان و مصائب رو قرآن در این رابطه دسته‌بندی می‌کند، یه سری رو اون. این یک. یه توجیه فراتر از اینم من عرض کنم، یعنی یه نکته عمیق‌ترم بگم و در حد گذرا و تمام. در ناحیه علت و وضع، تمام قواعد وضع الهی است و اذن الله است. هر مصیبتی، هر بلایی و هر تحولی، این همان است که بزرگان از آن تعبیر به توحید افعالی میکنند. نمیشه تو وجود فعلی سر بزند و دست خدا نباشد. نمیخوام اون بحث مولوی رو بگم و اون مشکلات کلامی که باز ممکنه ذهن بعضی از عزیزان رو درگیر کنند، اما اینکه تو نگاریده کف مولی استی، تو همون داستان بر ساخته ذهن مولوی وقتی گفت تو نگاریده کف مولیستی، تو طراحی خدا هستی، من نمیتونم این شیشه و طراحی حق رو بشکنم مگر با سنگ حق و به اذن حق. دارد از زبان امیرالمومنین به اون کافر میگه، میگه من نمیتونم تو رو بکشم، نمیتونم این ساختار رو به هم بزنم مگر به اذن الله، مگر به قاعده ای که خدا بگوید که باید چنین کاری رو انجام داد. در مقام وضع و علت
تمام علت های وجود از سوی اوست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما در مقام معلول و معالیل که این علت ها میاد در مقام اجرا و معلول ها، اینجا وجود ما آدمیان به صحنه می آید. خداوند در علت ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله، همونهایی هم که ما رفتار می کنیم قواعد این رو خداوند وضع کرده است، قوانین این از آن خداست، علت ها از آن خداست. خداوند سبحان چنین وضع کرده که اگر کسی از بالای ارتفاع 50 متری خودش با سر بندازد بمیرد، اگر کسی از بالای بلندی خودش رو بفکرد و مبتلایی به این مصیبت بشود، خدا او را کشته است یا او خود را کشته است؟ هر دو. قانون از خداست. اگه خدا این قانون رو وضع نمی کرد نمی شد، اما این قانون وضع شد و هیچ کدام از ما نبردیم، چون ما چنین کاری را نکردیم. پس این خودشو کشت، این خودکشی کرد. اما وضع قانون از خداست. ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله. قانون رو خدا وضع کرده است که آقا اگر چرخوندید سر رو باید بخورید، این قانون الهی است. اگر سر مستقیم بود نباید بخورید، این قانون الهی است. آقا اگر خیانت کردید باید تاوان این خیانت رو بدید. عجیبه. من قش مسلمن، قش، این رو نمونه میگم، نمیخوام این بحث رو مطرح کنم. قش نقطه مقابل خلوص است. قطره این آب میاد میریزه توی این شیر، قطره نفت میاد میریزه توی این عطر و گلاب، این میشه مقشوش. وقتی یه شیئی تمامش از خود آن است، این میشه خالص. وقتی یه چیزی غیرش واردش میشه، میشه مقشوش. من قش مسلمن قش فی ماله، این قانون الهی است، این وضع الهی است. اگر کسی قش کنند به مسلمانی، خدا در مال او قش میکنند، یعنی میشه این کار، وعده الهی است. فإن لم یکن له مالون، اگر مال نداشته باشه که تو مالش قش بشه، قش فی اهله، در ناموسش قش میشه، قش فی اهله. توجه داریم؟ این وضع الهی است. ما اصحاب من مصیبت. خداوند سبحان قواعد رو حکیمانه پیش بینی کرده است در این جاری زندگی بشریت. هنگامی که طبق قواعد حرکت میکنیم، جان به سلامت میبریم. هنگامی که از قواعد عدول میکنیم، باید پیامدهای اون رو هم ببینیم، بدانیم. پس در این آیات، این دو دسته آیه که یک جا مستقیما به اذن الله مطرح میکند و یه جایی به رفتار ما آدمیان نسبت میده، در وضع قانون و علیت از آن خداست، اما در نتیجه گیری و معلول سهم ما آدمیان است. اونجا که مربوط به نظام طبیعت می شود اذن الله است، اونجا که قاعده شریعت است و اختیار، سهم ما آدمیان در مصائب است. خب این چه در مجموع بحث. اما در این حال توجه داشته باشید اون که مهمه در این مصائب و ابتلاعات، اصل ابتلا نیست، کیفیت عمل انسان ها و نتیجه گیری انسان ها در مصائب و ابتلاعات است. یه وقتی تقسیم می کردیم که بلا رو اصلا به معنای کلی بالاتر از مصیبت بیاییم، بالاتر از مصیبت بلاست. بلا سه گونه وجود دارد. ما یه بلاهایی داریم که اینها طبعا پیامدهای مستقیم رفتارهای غلط ماست. بالاخره من دقت نکردم این ظرف آلوده و غذای آلوده رو خوردم، فردا باید در بیمارستان بخوابم، هیچ، این دیگه مشخص است و خود کرده را تدبیر نیست، تمام. گاهی نه، یه بلاهاییست برای انسانها که من درش اختیار ندارم. در این قسم بعدی داریم میگیم، یعنی به گونه ایست که واقعا میبینید یا از ناحیه دیگران متوجه من میشه یا مستقیم از سوی خداوند میآید. اون قسمت اول رو بذاریم کنار، یا از خداست یا از دیگران به سوی من میرسد. نوع این بلاها رو که نگاه کنید، زیربنای اینها در متون روایی ما گفته شده. یه نوع از این بلاها بدون تعارف لتمحیص، نمیدونیم کجا این دل رو شکستیم و لرزاندیم، نمیدونیم کجا
مظلومی رو با آهش پشت سر خودمون راه انداختیم، بالاخره باید این زمین خورده بشه، بالاخره باید پس سر ما بخوره و تاوامون ظلم رو همینجا بدیم در حد دنیا. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. این یه نوع از ابتلاعات در دنیاست که حکیمان و عاقلان می دانند الحق و الانصاف، فراتر بگم گاه می بینند که در ادامه آیه هست. این یه نوع. اما گاه ابتلاع می آید برای تمحیص نیست، لترفیع در روایات ما، للکرامه، یعنی ابتلاعاتی است که میاد اما اینها هر کدامش یه درجه است. این همونهایی است که ربنا انت فزت، خدا یا دادی فزونتر کن، این همونیه که دیگه شما گاه میگید هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدن. اما در این فضای بلا و مصیبت اونی که عرض کردم از اصل اون مهمتره، شیوه رفتار و برخورد ما با این بحران هاست، با یه مصیبت از اون جنس، از این جنس، با یه ابتلایی که پیش آمده است، ما چگونه عمل کنیم. لذا سریعا فرمود میدانید راهکار چیست؟ و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر کسی ایمان به خداوند بیاورد، خدا قلب او را هدایت می کند، نه در جهان خارج، نه از این هدایت های این چنینی. راه برون رفته از این مصائب و برخورد دقیق با ابتلاعات ایمان است، هیچ راه دیگری ندارد. اگر کسی ایمان به خداوند و قواعد الهی بیاورد، خداوند قلب اون را هدایت می کند. من این آیه رو نمیتونم به سادگی ازش بگذرم، خیلی این آیه لطیفه. همین جمله کوتاه، همین من یؤمن بالله یهد قلبه. در مقام هدایت عزیزان میدانید اولا هدایت فعل خداست، یعنی خداوند است که هادی است. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم اهدنی لما اختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. شما در طول عمرتون اگر دعا نکردید، خدا شما را به جهنم نمیبرد به خاطر دعا نکردن. اصلا یک کسی باشه بگه من نمیخوام دعا کنم در طول عمره، میشناسم من گروهی زولیا که همی بندند لب را از دعا، اصلا دعا نمیخوام بکنیم، نمیخوایم اصلا، حالا علتش هم کار نداریم، اصلا چیزی غلط این فکر، اما کارم نداریم، بگیم نمیخوام دعا کنیم. اما خدا کسی را به جهنم نمیبرد از دعا نکردن، ولی یک دعاست، اگر این دعا رو نگیم مسلم به جهنم میریم. این دعا نه سالی یک بار، ماهی یک بار، روز یک بار، این دعا رو باید در 24 ساعت 10 بار گفت، اگر نگیم به جهنم میریم. اهدنا الصراط مستقیم، سوره مبارکه هم در نمازتون، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون سوره هم نیست، مسلمانی و بهشت هم بدون نماز نیست. ببینید هدایت رو مستقیم از خداوند میخواهید، گفتید ایاک نعبد، خدای من تو رو عبادت میکنم، بعد گفتید خدای ببخشید حرف سنگینی زدم، مگر میشه من فقط تو رو عبادت کنم؟ من این توان رو دارم؟ نه، مگر و ایاک نستعین، مگر خودت کمکم کنی. اگر خدای تو کمکم کنی در مسیر عبادت، اهدنا الصراط المستقیم، بعد راه برای من باز میشه، من بعد میتونم بیام قدم بزنم تا به حضرت تو در مسیر درست قرار بگیرم. هدایت اراده الهی و خواست الهی است، فعل خداوندی است هدایت عزیزان. منتها ببینید هدایت خداوند یه فاز صفری داره، اون این است که تمام وجود در مجرای هدایت با همون شکل اول، یعنی تمام هستی، تمام آفرینش این راه رو میدونن چه باید بکنن. بالاخره هر موجودی که در خلقت اومده است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این بچه موش اما روز اولی که به دنیا اومده از گربه فرار میکنه، این بچه گربه روز اولی که به دنیا اومده دنبال بچه موشه میده. این هدایت الهی است، خدا هدایت چون کرده است، اینا میدونن چه باید بکنن، که من دل شده این رحمه به خود میپویم، اینا میدونن چه باید بکنن. فاز دوم هدایت، هدایتی است که مربوط به ما انسان هاست. خداوند
راه را نشان داده است به آدمیان، میان، انبیا، اولیا. عجیب و دایی الله، بیاید جواب بدید این دعوت الهی را که خدای سبحان هدن لناس فرستاده است، یعنی راهنمایی و نشان دادن مسیر برای انسان ها. این فاز دوم، فاز به اصطلاح دوم هدایت الهی است برای ما انسان ها. خب این راه رو نشان میدن، انبیا میگن این کار رو انجام بدین، این کار رو انجام ندید، مؤمن این است، فاسق این است، و این راهنمایی پیامبران الهی هدن لناس. از این هدایت که راه را نشان دادن است، ما یه گام فراتر داریم. اینجا دقت بفرمایید، اگر خداوند کسی رو صدا زد، گفت بنده من از این مسیر برو، گفت لبیک لبیک این کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب، اگر پذیرفت، بعد اینجا من دیگه تعبیر رو مجبورم مسامحی و عرفی و عامیانه بگم، بعد خدا میگوید دستت رو بده. خداوند دست این انسان رو میگیرد، دستش رو میگیرد. از اینجا مرحله دیگه شروع میشه از هدایت. یک کسی سوال میکند آقا اون سوی ایستاده است، نمیدونم فرض بفرمایید ولی هست ایستاده است، میگه آقا میخوام برم مسجد قبا، میگم برو میرداماد و برو شریعتی و از این طرف برو، میرسی مثلا به مسجد قبا، خیلی متشکرم ممنون. میگه آقا میخوام برم مسجد قبا، یه نگاهی میکنه میگه آقا منم میخوام برم مسجد قبا، بیا با هم بریم. میذاردش تو ماشین، دم مسجد با هم پیاده میشن، هر دو هادی اند. اون اولی که راه را و خیابان را ترسیم کرد هدایت کرد، این دومی که به مقصد و منزل آورد هدایت کرد. خداوند هر دو رو با ما عمل میکنه تا ما خریدار کدام یک از هدایت‌های الهی باشیم. هدایت اول خدا اینه که راه رو بهمون نشون میده. حالا اگر خدای سبحان دید ما اومدیم در راه، برعکس نرفتیم، گفت از این طرف فرما داریم از اون سو میریم، اگر دید ما در راه هستیم، بعد خدا چه میکند؟ دیگه خداوند نمیگه خودت برو، به خداوندی و جلال خودش دست ما رو میگیرد میذارد تو مسجد قبا، دست ما رو میگیرد به مقصد میرساند. این همون اصطلاحی است که میگن هدایت اراعت و طریق است یا ایصال الالمطلوب است، یا نشان دادن راه است یا رساندن در منزل و مقصد است. مرحله دوم هدایت الهی اینه. انسان ها وقتی اون گام اول رو درست بر می دارن، به جان می پذیرن و بناه اننا سمعنا منادین ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار رو میگن، وقتی میان می پذیرن، هاشا و عنایت و حکمت و لطف الهی که اینها رو همونجا ولشون کنند. اگر گفتن نه، اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ثمود، عاد، کیکی، اینها رو قرآن میگه هدایت کردیم نخواستن، ولشون کردیم، تمام شد. اما این مرحله عمومی هدایت اگر مقبول شد، بعد خداوند دیگه اینجا میاد کاتالیزور میزنه، دیگه اینجا شروع میشه، این واکنش تسریع پیدا میکند و بعد آدمی چشمش رو باز میکند میبیند رسیده است، به جایی رسیده است. این هدایت دوم. کار تمام؟ نه. و من یؤمن بالله یهد قلبه، یه هدایت بالاتر از این داریم. این هدایت دوم نتیجه عمل کردن به هدایت اول است. هدایت سوم فواید و برکات هدایت دوم است. این همان است که از آن تعبیر می شود به هدایت باطنی. هدایت باطنی که ابزار این هدایت هم باطنی است. دیگه این نه بشوی اوراق اگر همدرس مایی که سر عشق در دفتر نباشد. اون هدایت دومی که بخواید خدا بهتون برسونتون به منزل، لازمش اینه که باز کنید و بخوانید و کتاب انزل الله علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، این کتاب رو فرستادیم از نور و ظلمت انسانها رو می آورد به صراط عزیز حمید. اما عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران، بپذیرید از این معلم کوچک،
این مرحله بعدی و این هدایت خاصه که یهد قلبه، دیگه قلب و جان و دل در هدایت مستقیم قرار میگیرد، این دیگه رموز علم ادریسی بود، زودی نتدریسی. این همان است که از کلام خود خدا بگم اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر تقوا رو بفهمید، خدا خودش، الله اکبر، خدا خودش معلمتون میشه. یعنی شما نجوای حق رو بیخ گوشتون میفهمید که تعلیمتون میده، دیگه معلم بیرونی نیست، دیگه در درون این دل وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، دیگه اینجاست که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. این هدایت همان است که باز تصریح میشه، دقت کنید در متون دینی ما فرمود اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مراقب باشید با مؤمن شوخی نکنید، یعنی به مؤمن نگید آقا ارادتمندیم، کوچیک شما هستیم، خاک پاییم، بعد که رفت بیرون بگید برو سایتو نبینم. با مؤمن شوخی نکنید، مؤمن سخن شما رو میشنود، در دل میخندد، آبرو و حرمتتون رو نگه میدارد، ریاکاری شما نیشخند قلبی میزند نه زبانی. با مؤمن شوخی نکنید، در روایات گفتن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مؤمن میبیند اما نه با اون چه شما میبینید، با نور خدا. نور خدا دیگه مراد این فوتون فیزیکی نیست، همون نوریست که یه روز گفتم الله و نور و سماوات و الارض. مؤمن با اون نور میبینه. احساس میکنم مایلند عزیزان یک کم دیگه وارد این بحث بشم، یه دو قدم دیگه من برم وارد این مقوله. ببینید، ما با این چشم میبینیم، همین نور را میبینیم، با این گوش میشنویم، همین صداها و اصواتی که الان داره در این فضای خانه خدا پخش میشه شما عزیزان میشنوید. اما همه تون میدونید ما در قبال این پنج حس بیرونی پنج حس درونی داریم. یعنی همه انسان ها چشمی در درون دارند و گوشی در درون دارند. یعنی ما میتوانیم غیر از آنچه با عنبیه و شبکیه هست ببینیم و غیر بین 3 تا 15 هزار هرتز هست بشنویم، اما نه با این چشم نه با این گوش، با اون ابزاری که خدا در درون ما داده است. این گوش و چشم باز نمی شود مگر و من یؤمن بالله یهد قلبه، به هدایت باطنی الهی. بعد همان گونه که خدا سمیع است بلا سمع و بصیر است بلا بصر، بعد این مؤمن هدایت شده بدون گوش می شنود و بدون چشم هم می بیند. چرا؟ چون میشه کنت و سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، عین متن حدیث. هنگامی که بنده من آن می شود که من می خواهم، بعد من هم گوش او می شم، من هم چشم او می شود، با گوش من می شنود و با چشم من می بیند. دیگه مردان خدا پرده پنداد دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. حدیث حدیث عجیبی است، اینه که عرض می کنم دقت کنید. پیامبر نشستن، عایشه هم نشسته است، آیات نازل شد، سوره مبارکه احزاب مربوط به همسران پیامبر. یا رسول الله زنان تو اگر این کارو کردن این کارو کردن، تو نباید خودتو در محدودیت و محصوریت قرار بدی، جایگاه تو چیز دیگری است، اگر اینها دنیا رو خواستن دنیا رو به اینها رو بده، رهاشون کن. آیات که نازل شد، یا به شوخی یا به جدی، عایشه این جمله رو گفت به پیامبر، گفت یا رسول الله ار الله یسارع فی هواک، میبینم خدا عجب هوای تو را دارد، خدا عجب هوای تو را دارد، ار الله یسارع فی هواک، یعنی برات آیه نازل میکنه. پیامبر چه گفت؟ درود خدا بر آن سید هاشمی باد. فرمود یا عایشه
اِنَّكَ اِنْ اَطَعْتَ اللَّهَ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. آیشه، اگر تو هم از سر تا قدم مطیع خدا باشی، خدا به میل تو هم آیه نازل می کند. خدا برای تو هم آیه نازل می کند. من این حدیث رو کم میگم، این حدیث دومی که میخوام بگم. ببینید، وقتی انسان می شود جایی که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی مشیت انسان میشه در استمرار مشیت الهی، می خواهد آنی که او می خواهد. عزیزان، مهربانی از دو سر بی، او می خواهد آنی را که بنده می خواهد. میشه ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادو اراد الله. خدا بندگانی دارد که وقتی اینها اراده می کنن، خدا هم اراده می کنن. وقتی اینها اراده می کنن، خدا هم اراده می کنن. این عجیب رابطه ایست بین انسان و خداوند. این دیگه میان عاشق و معشوق رابطه ایست که نه کات است و نه سیم است و نه استوانه، نه نبی نه وسیم. اینجا جاییست که خدا مستقیم قلب المؤمن بین اسمعی من اصابع الرحمن یقلبه یمینا و شمالا. این قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، چپ و راست میکند. این دیگه تمام دیگه. عجیبه این. واقعا هنوز میدان داره این بحث دیگه. من به همینجا میبندم این سخن رو. من یؤمن بالله، این ایمان، ایمان نهایتی است. این هدایت هم هدایت انتهایی است. من یؤمن بالله یهد قلبه. خداوند خود این دل و جان رو هدایت میکنه. دیگه اگر این دل هدایت شد چه میشود؟ رسان خواهد بود که گر که خواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. اومد وارد شد، از کسانی بود که مدعی بود، یا حضرت بر اون وارد شدن، حضرت سامن الحجج وارد شدن بر اون به عیادتش. فرمودن چه حالی داری؟ گفت آقا به جایی رسیدم از عرفان و معرفت که الان در نظر من مرض شیرینتر و خوشتر از سلامتی است، فقر زیباتر و عالیتر از دولت، ذلت عالیتر از اون عزتی که مردم برای اون سر و دست می شکنن، حتی مرگ خوشتر از حیات. حضرت رضا فرمودن اما نحن فلا، اما ما اینطور نیستیم. آقا شما به این مقاماتی که ما رسیدیم نرسیدید هنوز؟ چطور شما نه؟ حضرت فرمودن نه نه، ما نه بلا را میخواهیم، نه درد را، نه سلامتی را، نه فقر را، نه غنا را، نه مرگ را، نه حیات را. همانی که همتون بلدید به تعبیر پارسی ما فرمود پسندمان چرا جانان پسند. من کیم که بگم بلا یا این؟ یعنی تمام این وجود تسلیمه و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. باید این چنین باشد. نمیدانم بردقی نام وجود نازنین او بر زبان جاری شد امروز. اینو شنیدی؟ تاریخ نوشته وقتی حضرت اومدند و نماز باران شکل گرفت و اهل معرف بهره‌مند شدن از اون فواید، بعد اومدن گفتن آقا این منازل ما گلی، خونهای ما تحمل باران نداره، اما مزرعه همون هنوز سیراب نشده، کاری بکنید برای ما. خب دیگه ائمه هم گاهی گیر میکردن با ماها دیگه، بالاخره با این خواسته های این چهره ما. از اثر رو آسمان بلند کردن فهمدن اللهم انزل حوالینا الله علینا. خدایا این اطراف اگر میشه بباران، اما بر این شهر مباران. ابرها طوق انداخت، شهر معرف زیر آفتاب بود، بر مزارع میبارید. انگشت اشارت و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. وقتی مشیت در استمرار اون مشیت است، اون لطف هم به دنبال این خواست بدرقه می آید و چنین می شود. این اون هدایت باطنی است که خداوند به بندگان شایسته خودش عنایت می کنه. دیگه اگر اینطور شد، آینده هم چیزی نیست. رسید این دوتا گردن اسب به هم، این رو کرد اون یکی دیگه با تبسم گفت می بینم
خرمان فروش شکم برآمده ای را که در کناسه کوفه به دار آویخته می شود و جنازه او مقابل خانه عمرو بن حریث سه روز بردار رقص شهادت می کند. مردم ساکت نگاه کردند. اونی دیگه لبخند زد، گفت می بینم پیر مردی را که ابروها را به پیشانی بسته است و در یه روز داغ تابستان در حمایت از فرزند پیامبر خون صورت او با سرش خضاب میشه. بازی اینکی خندید، خداحافظ رفتن. سومی رسید، سوال کرد آقا کسی در اینجا برادرم میثم تمار و حبیب ابن مظاهر را ندیده است؟ گفتن دو تا از شاگردای علی بودن، این حرف رو با هم زدن. سومی رشید گفت آری والله، هر دو صادقانه گفتند، اما برادرم میسر اینو فراموش کرد، میثم، که بگه وقتی سر حبیب رو میارن برای عبیدالله زیاد 100 درهم جایزه بیشتری میده. با آفرنده سر گفتم ببین علی چه شاگردهای دروغگویی دارد. رفتن هر سشون، اما زمان تفصیل کرد هنگامی که میثم بر سر دار میلغزید، سه روز بدن مبارک او رقص شهادت میکرد و هنگامی که حبیب سرش رو که آوردن برای عبیدالله به خاطر اون انتقام شخصی که با هم داشتن 100 درهم اضافه داد. با آورنده سر سمیعون بسیر من یؤمن بالله یهد قلبه. یه معنای دیگه هم آیه داره، من این رو بگم و سخن رو فرو بگذارم. ببینید کلمه یهد یه معنا هدایت، احتمال این بد نیست، لطیفه بالاخره عرض میکنم. یهد از ماده هد هم در کلام عرب گرفته شده است. هد در لغت به معنای لالایی گفتن برای آرام کردن و آرامش. وقتی بچه رو لالایی میگن و اون آرام میگیرد، این هدعت و سبی، این بچه رو هد میکنن دیگه، آرام میشه. آره ببینید، من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی ایمان به خدا بیاورد این دل و قلب او رو خدا چه میکنند؟ آرام میکنند. کلمه قلب که بر جان و روح ما انسان ها گفته خیلی مناسبه با این معنایی که عرض کردم. قلب در لغت به معنای تقلب، زیر و رو شدن. ما سمی القلب الا من تقلبه و رعی و یعظم و الانسان و اطوارو. خیلی زیبا میگد شاعر عرب، اگر قلب ما را قلب میگوین به خاطر این تقلبات است، این حالات عجیب. یه لحظه میخندیم، یه لحظه میگریم، استراب داریم، غم داریم، شادی داریم، محبت داریم، عداوت داریم، دشمنی داریم، کینه داریم، این حالات متحول در وجود انسان. لذا جان آدمی را قلب میگویند. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. این باد وقتی میوزه یه پر لاغر نازک رو چه میکند؟ میکشند. ان مثل قلب المؤمن کریشة فی فلوات. در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان. قازغان به ترکی میشه دیگ، پاتیل به پارسی عرف. این آب جوش اومده هیچی داره میشه قلقل میکند. در حدیث دیگران دل را چنان، پیامبر فرمود دل انسان ها و قلب انسان ها مثل چیه؟ مثل دیگیست که در اون آب می جوشد. همینه که می بینید امروز چه حالی دارید، فردا چه حالی داریم، صبح چه حالی داریم، از چه حالی داریم. این قلب ماست، این خاصیت وجودی ماست. آیا می شود کاری کرد که این قلب از این جوششش کاسته بشه؟ میشه این قلب رو از این زیرو شدن های پیش بینی نشده کنترلش کرد؟ بله، این قلب رو میشه. اهل عرفان میگن ما یه حالی داریم، یه وقتی داریم، در آن ساعت که ما را وقت خوش بود. به این تطورات و شکل‌های مختلف وجودی ما حال میگن. چون حول یعنی چی؟ یعنی گردش، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. اینا حولن. به سال میگن حول چون میچرخد. بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این میشه حول.
به تصورات و تطورات ما میگن حالات، در عرفان میگن این حال رو میشه کنترل کرد، وقتش کرد، یعنی در اختیارش گرفت که انسان قد متغیر نباشه، متلون نباشه. چطور؟ این کشتی تو این دریا دارد موج میزند، امواج خروشان، آرام میشه، لنگر رو میندازن، کشتی آرام میشه. عرب میگوید اطمئنت سفینه، میگن این کشتی مطمئن شد، اطمینان و سفینه دیگه ثابت میشه، نمیلرزه، تمام شد دیگه. الان باید در لب مبارکتون بیاد آیه مبارکه. تو این تلاطم وجودی ما یه لنگر عزیزان که آرام میکند این قلب و دل ما را، نظره، نزور است، نه قدرت است، نه بازوی توانمند و پهلوانی است، نه زر و زرمدانی است، نه جمال و زیبایی است، نه دانش به دانش ورزی است، فقط یه چیزی که میتونه قرار دل باشه، اونم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این اطمینان نمیاد مگر از ناحیه، از تناقض های دل، پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. اگر این دست خدا بر سر و قلب آدمی بیاید میشه من یؤمن بالله یهد قلبه. فقیر باشی کسی اعتنا بهت نکنه، امیر باشی، وکیل باشی، وزیر باشی، رئیس باشی، هر چی باشی، اگر این دست خدا رو سرت بیاد اون موقع خود و آرامش می آید. اگر این نباشه باز در هر کجا باشی ناآرامی، بیقراری، نمیدانی چه میکنی، تحیر داری. فرمودن که ایمان واقعی به خدا بیاورد، خدا در او را از پریشانی آرام میکنه. چه قمی، چه استرابی، اگر او لحظه لحظه هو معکم اینما کنتم، اگر اون لحظه لحظه با منه، من از کی میخوام بترسم؟ گاهی دیدید خدا در قرآن میگه که وقتی به اینا میگم که ان الله سقط جمعون، اینا مردم جمع شدن علیه شما، اصلا تأثیری درشون نداره. اینا کسانی هستن که میگن ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اینا اونقدر تکیه و توجه بر حق دارن که نه لرزه‌ای دارن. فرمود به خدا قسم اگر تمام عرب مقابل من بایستن، لما ولیت منهم فرارا، تو نهج البلاغه یک قدم پس نمیزنن. این است که میبینید را 12,000 تا 16,000 بیشتر از اینم نوشتن لشکر، اما کسی که 18 نفر از اهل بیتش قلم شدن پیش روز. هنوز خون فرزند جوانش بر گونه‌اش هست، وضع خده و علا خد، اما یه حمله میکنه تمام این 16,000 فرار میکنن تا پشت دروازه های کوفه. باز میستد میکرد ولا حول ولا قوته، من یؤمن بالله یهد قلبه. وقتی دل به هدایت الهی و آرامش الهی رسید، این دیگه میشه اکسیر، اکسیر وجود و هستی. خب حالا راه این چیه؟ این اگر بخوایم به این آرامش برسیم و به این هدایت برسیم چیست؟ بعد که فرمود والله با کل شیء علیم، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. هیچ راه ندارد جز یک راه، اونم اطاعته، که حالا اطاعت رو انشاءالله فردا باید خدمت عزیزان باز بکنیم و جزئیات اون بحث رو هم مطرح کنیم. خب هفتم محرم الحرام است و دیگه مصیبتی که این شب و روز گفته می شود و شد، حقا تأثیر عجیبی در جان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام داشته. شنیدید سالها بعد از عاشورا یه وقتی عقبه بن بشیر اسدی
از قبیله بس اسدی اومد خدمت حضرت باقر علیه السلام. تا حضرت چشمشون بهش افتاد فقط این از بنی اسد مثلا عقبت ابن بشیر اسدی فهمدن عقبه ما خاندان هیچی دیگر نگفتن حضرت باقر. از باقر در کربلا چند ساله بودن؟ دیگه حالا یه طفل 4-5 ساله بودن فهمدن. البته طفل که عرض میکنم که لفظیست. فرمودن که عقبه ما خاندان در شما قبیله خونی داریم. فرمودن چه چیزی رو میفهم من در خدمت شما؟ بعد اشاره فرمودن به مصیبتی که امروز گفته میشه، یعنی اونی که مونده بود بیشتر از همه در قلب نازنین امام باقر از خاطرات کربلا این لحظه بود. خب آخرین سرباز با وفای وجود نازنین حضرت سید شهد بالاخره اهل زبان حال و اینها یه چیزایی میگن، حالا نمیدونیم در عالم ولایت الهی هم ممکنه این حرفا باشه، بالاخره ممکنه وقتی که فریاد هل من ناصر ینصرنی مولانا و مقتدانا سید شهدا وسط میدان شنیده شد این طفل 6 ماه هم دست و پا زده باشه، یعنی بابا من آماده هم اگه از من هم کاری برمیاد منو صدا بزن. اما اجازه بدید من به جای مصیبت همین شعر شاعر عرب رو بگم، یعنی فکر میکنم دیگه من از تصویر این غم ناتوانم، همین یه جمله رو بگم کافی باشه. خب بالاخره این کودک که این عطش رو دارد، این چند روز نه شیر مادر و نه آبی، با اون ناآرامی و استراب گاهی تو روایات اینه تلزا تلزی خیلی بده من جمله رو بگم، اما اگر نسوزیم هم بده، اگر نسوزیم هم بده، شما فرض کنید میریزید این روغن رو درون مایتابه یه کمی که داغ میشه بعد چی میکنه این؟ به فارسی میگید جلز و ولز، به عربی میگن تلزی. این کودک داره تلزی از رد در آغوش گرفتم. حالا این طفل آرامگاه سینه پدر رو که دید آرام شد، سینه ولایت علی را آرام کرد، این طفل آرام کرد. اما شاعر عرب اینجا این صحنه رو اینطور ترسیم میکنه، گویا حالا که این فرزند در آغوش پدره، پدر میخواهد که لبهای مبارکش رو به صورت علی بگذارد. فرموده بود که فرزندم رو بده من ودا کنم، خواهرم میخواد حالا ودا کند. عجیب ترسیمیه. بعد این رو معادلش رو در فارسی هم گفتن و منعطفن عطف یعنی توجه کردن پایین آمدن به طرفی و منعطفن احوا لتقبیل طفلهی. حسین سر رو خم کرد طالب برگونه یعنی بگذار و منعطفن احوال تقبیل طفلهی و قبل منه قبله السهم منه را. اما قبل از این که لبهای حسین به گونه علی برسد، قبل از لبهای حسین تیر بر گلوی نازنینه. یه مرتبه آقا دیدن این کودک داره دست و پا میزند، سر رو با آسمان ها اونان علیه ما نزل بی انهو بین الله. خدایا تو ناظر منی، این مصیبت هم بر حسین آسان است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. بسم کلازیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.